با درود به بینندگان و شنوندگان برنامه شبانه، آرتمیس اهورا هستم، دبیرکل حزب رستاخیز ایران گرایان، از بنیانگذاران جنبش رنسانس ایرانی و در برنامه هایی که در به نام شبانه داریم معمولا درباره مسائل سیاسی یا اجتماعی ایران صحبت می کنیم. بنا به درخواست بسیاری از هممیهنانی که آگاهی های کافی نداشتند در مورد جهانبینی در واقع میشه گفت ایرانی و سیستم باوری و آیینی و آنچه که در اندیشه ایرانیان میگذشته که از ما یک هویت ایرانی ساخته و تا به امروز ما تونستیم این هویت رو به نوعی نگه داریم، یک سری جستارهایی را آغاز کردیم درباره فلسفه و جهانبینی ایرانی زرتشتی که ما میدونیم هر دو اینها یکی هستند، چه ایرانی چه زرتشتی، هر دو در هم آمیخته هستند و از یک جا در واقع ریشه گرفتند. در این سری برنامه ها با جناب موبد کامران جمشیدی از اعضای شورای رهبری حزب رستاخیز ایران گرایان هم هستند درباره این مسائل گفتگو میکنیم، چرا که خب ایشون تخصص میشه گفت نیاکانی خودشون رو میتونن با ما در میون بگذارن و از دانش گسترده ایشون در این نوع مسائل هم میتونیم بهره ببریم. درود بر شما جناب موبد کامران جمشیدی گرامی، یک درودی با بینندگان داشته باشین تا وارد جستار بشیم. درود بر شما بانو اهورا و بله درودی هم به تمام شنوندگان خوب این سخنان و این گفتگوهای ما. امیدواریم که همونجوری گفتم بتونیم به هر حال از آنچه که داریم به میان بیاریم، به میدان بیاریم، دیگران هم بشنوند و دیگه هر کس هم با اندیشه خودش و خرد خودش به هر چیزی در واقع حالا به این سخنان ما هم گوش میده و نگاه میکنه و هر کسی هم برای خودش میتونه برگزینه راه زندگیشو. همچنین امیدواریم بتونیم در این راه به حال مثمر ثمر باشیم. من در خدمت. سپاسگزارم از شما. اگر که بینندگان به یاد داشته باشند در نخستین جستار که دو هفته پیش بود درباره اینکه کلاً زرتشت خب که بود، از چه جایگاهی آمده بود، در کجا میزیست، چگونه در واقع زندگی کرد و اندیشه کلی زرتشت رو با بینندگان در میون گذاشتیم. امروز میخوایم وارد اون بخش از در واقع جهانبینی زرتشت بشیم، آنچه که جهانبینی ایرانی و زرتشتی نامیده میشه و بخش های گوناگونی که این جهانبینی داره، نگاهی که ایرانیان به مسائل حالا زمینی و فرازمینی در واقع اندیشه‌ای آینی باوری داشتن میکنیم. خواهش میکنم جناب کامران جمشید شما خودتون جستار رو آغاز بکنید تا بعد پرسش های اگه برای منم پیش آمد از شما خواهم پرسید. بسیار آری برای همجور شما گفتید بار پیش آغاز کردیم، اما از اون که شاید برخی که این سخنان رو میشنون هنوز اون بخش نخست رو شاید نشیده باشن و یا اگر هم شنیدن هنوز این پرسش براشون باقی باشه که اصولا هدف ما چیست و آیا حالا همچون که بعد که شاید بگم به زبون ساده، آیا ما میخواییم که در نهایت دوباره بیایم یک دین رو جایگزین یک دیگر دین رسمی دیگر بکنیم یا باز به گفته همین آش و همین کاسا خواهد بود سبته با نامی دیگر و این دست پرسش ها. پس پروانه بدید که یک بار دیگر بگم که نگاه ما چیست و چرا داریم چنین میکنیم و باز هم جا دارد مانند همیشه بگویم که هر کدام از ما آنچه که میگیم خودمون مسئولیت اون رو داریم و پاسخگوی گفتار خودمون هستیم. آنگونه که من میبینم و خودم هم برای همین برگزیدم انتخاب کردم که یک زرتشتی یا یک بهدین یا یک مزدا ستا که همون خرد ستا هست باشم، خب این گونه است که این هم منو با ریشه ها در پیوند نگاه میداره که گفتم این ریشه ها هم انسانی است و هم فرهنگی و هم ملی و با نیاکان هم منو پیوند میده و هم همین امروز هم به من یاری میرسونه که در زندگیم
پیشرفت کنم تا به آنجایی که میتونم تن و روانم و سالم نگه دارم، هم با خودم در آشتی و آرامش و یگانگی باشم و به گونه شادی درونی داشته باشم، و هم با دیگر انسان ها، چه با خانواده و خیشان، چه با دوستان و آشنایان، و چه با دیگرانی که در یک سازمان، در یک همبودگاه، در یک جامعه با هم زندگی میکنیم، در پیوندهای منطقی و خوبی با هم باشیم و همگی و جامعه پیشرفت داشته باشیم. خب آنچه که امروز از جمله من و شما رو به هم نزدیک کرده و به کار و تلاش مشترک رسونده، از یک سو هممیهن بودن ماست و اون که خواستار آزادی و آبادی میهن و بهروزی همه هممیهنان هستیم، و از سوی دیگه اون که یک جهانبینی همانند داریم و شناخت همانند از این که این جهانبینی که برخواسته از فرهنگ دیرینه و ریشه‌ای سرزمین نیاکانی اون هست، آنچنان توانایی هایی داره که میتونه هم ما انسان ها رو و به ویژه ایرانی ها رو آزاد کنه، آبهات کنه و هم میهنمون رو تبدیل. خب اکنون هم میکوشیم که برای دیگر هم میهنان و هم زبانان و هم فرهنگیانی که زبان ما رو میفهمند و میشنوند روشن کنیم که مبانی و اصول این جهانبینی و فرهنگ و آیین و دین یا هرچه نامشو میذاریم، اینا که الان سخن میگیم چه هست، و اونها خودشون هم بشنوند و با امید به این که با اندیشه باز و آنها بینگرند بیاندیشند، و هر کس هم گفتم برای خودش بعد میگزینه که آیا چنین راه و روشی برای زندگیش خوب هست یا نه، و به ویژه در سرنوشت میهن میتونه تأثیر خوب و مثبت بگذاره یا نه. در گفتگوی بار پیش گفتیم که از دید فرهنگ بنیادین ایرانی، آنگونه که ما را میفهمیم و میباوریم، دین چیست، ماهیت خدا چگونه است و مفاهیم دیگری که نیاز به روشنگویی داشت و البته همیشه دارد، اینا رو گفتیم. و اگر اون رو دوستان میشنوند، شنوندگان، و هنوز هم پرسشی شاید براشون باقی مونده، میتونن به گونه این پرسش ها رو به ما برسونن تا در زمان خودش بتونیم پاسخگوی اونا هم باشیم. و همچون که گفتید رسیدیم به جایی که قرار شد به درون خود فلسفی آنچه که زرتشتی یا بهدینی یا نیک بینی هم من بهش میگم، نیک بینشی و یا بهمنشی، همه این نام ها رو داره، به درونش بریم و یه تعریفی ازش بکنیم. این رو بگم که کار بزرگی که این شخص اشو زرتشت کرد این بود که هرچند در شکل سروده و چکامه در گاته های خودش و دستکم اونهایی که به ما رسیده و البته در فرهنگ زرتشتی که با همه زیر و بالای خودش کماکان در اون زنده مانده و به امروز رسیده، یک شکل میشه گفت با نظم، یک شکل هنجارمندی، البته در همون شکل سروده، ولی به گونه فلسفی به اون داد یا دست کم به گونه بیانش کرد که چه هم زمانانش چه آیندگان تونستن از دل اون گاهان مغز اون سخن رو بیرون بکشن و بیرون بیارن، فراهنگش کنن، فرهنگش کنن. و فلسفه ای که پسترها البته عنوان یا برنام امشاسپندان روش گذاشته بود که حالا واردش میشیم ببینیم امشاسپندان چی هستن. البته نام های دیگری هم دارد، مانند بنیان های آفرینش، بنیان های زندگانی، هفت گامه آفرینش، هفت پله عرفان، هفت گامه رسیدن به نامیرایی یا جاودانگی و مانند اونها. خب نخست به خود این واژه امشاسپند یه نگاهی بکنیم ببینیم چی است، که شکل اوستاییش که خب شکل بنیادین اون هست و کهن‌تر هست، امشا سپنتا هست. امشا سپنت، خب از دو پاره واژه به هم اومده، امشا و سپنتا،
امشا هم که خودش یه ا داره، یه مشا، این ا پیشونده، بهش میگن پیشونده نایی یا نایی کردن یا نفی کردن. البته دو جور ا داریم، حالا یکی نفی میکنه یکی هم مثبته. حالا اینجا در واقع اون نایی کردن، نفی کردن است. امشا و خود مشا که مانند مرداد، اینها به معنای مردن و بریدن و مرگ و اینهاست در واقع. ا که میاد رو سر جلوش میذارن، این وارونش میکنه. پس امشا یعنی چیزی که نمیمیره، حالا جاودان هست، نامیرا هست. امرداد هم همینجور، و یادمون باشه همینجا باز هم بگیم و بگیم تا شاید یک روزی در گوش ایرانیان عزیز بره که مرداد نگیم، چون از مرگ سخن میگوید، امرداد بگوید. پس امشا رو هم رفته میشه نامیرایی یا جاودانگی و همیشگی یا پایدار بودن. حالا سپنتا چیه که در فارسی امروز بهش میگن سپند، حالا شده اسپند. این هم از اون ریشه به اصطلاح قدیمیش، اوستاییش، هست سپی. سپی که معناش هست گستردن، افزوده شدن، شتاب گرفتن، که در زبان انگلیسی امروز هم ما چی رو داریم؟ واژه سپید رو داریم که اون هم به همین مفهوم است، یعنی شتاب گرفتن. از همین ریشه سپی میاد. پس روی همه امشاسپنتا یا امشاسپند میشه جاودانان افزاینده، و یا در یک کلامی در یک خانش دیگر گسترش پایدار، افزون شدن همیشگی. خب اینها در واقع امشاسپندان پس چی هستند؟ یک سری ویژگی ها هستند، یک سری فروزه ها هستند، یک سری صفت ها هستند که در واقع اینها شوند یا دلیلی میشن برای گسترش و افزایش نیک و پایدار. حالا برای که این گام ها، این مراحل رو یا این بنیاد ها رو واگشایی و روشنگویی کنم، البته میشه بسیار ترین داده سخن داد، اما باز هم بخوایم یه خود ساده ترش کنیم، این گونه بگم که روی همه این روند و فرایند میشه گفت همونی است که در سپهر، در آبشیش ها یا زبان دیگر در طبیعت میبینیم. خیلی ساده، بهترین نمونهش هم میشه در یک گیاه یا درخت دید، که تنها فرقش، ناهمسانیش با انسان اونه که درخت سر جای خودش ایستاده فقط بالا میره و انسان میتونه این سو اون سو بره و روانگیش به هر سو باشه. البته درخت هم اگه تو ژرفا بریم، تو ریشه هاش بریم، این ریشه ها به هر سو میره و حتی با ریشه های درختان دیگر هم میآمیزد و مهر میبرد. یک درخت یا گیاه از دانه یا تخمی میاد، ریشه میگیره، تنه میشه، آب و خوراک و نور میگیره، رو به بالا میره، میافزایه، و اگر نخشکه شاخ و برگ میگیره. سرانجام چی میشه؟ خودش دوباره به بار و بر میشینه، تخمه میاره، و اون تخمه ها خودشون بر این زمین که ما بهش میگیم زمین سپند یا سپنتایی، پاک، دوباره اینا میریزن و یک گیاهی نو و یه زندگی نو پدید میاد و این نوشوندگی و این رستاخیز همیشه ادامه داره. این پس روند کلی طبیعت و آفرینش هست که زیربنای در واقع تمام این فلسفه هست. حالا یکی یکی بیاین این مؤلفه ها رو باز کنیم، این فاکتورهای به اصطلاح اونا که در این امشاسپندان جا میگیرن. جناب جمشیدی، من یک برای در واقع باز شدن این موضوع برای هممیهنان، همونجوری که شما فرمودین برخی فکر میکنن که نگاه ایرانی زرتشتی مانند سایر ادیان سامی است در جهان، از همینجا میشه تفاوت رو دید. در ادیان سامی دیگر شما یک حالا یک الله یا یک حالا لرد یا هرچی، یهودیان اونو یهوه می نامند،
یک آفریننده ای دارید که همه چیز دست اوست، قدرت هم کامل دست اوست و انسان بنده یا برده یا آفریننده زیر دست اوست که هیچ گونه شباهتی به خود اون آفریننده اصلی نداره، برای اینکه نه عقل و خرد به نظر اونها کافی داره که خودش راهش رو پیدا کنه. برای همین مثلا مسیحیان اعتقاد دارن یک شبانی لازمه که این گله گوسفند رو راه ببره، یا در مثلا دین اسلام میبینیم که یک به اصطلاح نماینده خدایی باید باشه که اینا رو راه ببره، اگر نه اینا گم میشن و اینا راه نمیتونن به سر منزل مقصود برسونن. و کلا در ادیان سامی این حالتی که الله یا خدا، حالا یا لرد یا یهوه یا هرچی، همه کار است رو داریم، در حالی که اینجا از همینجا تفاوت نگاه فلسفی ایرانی رو، جهانبینی ایرانی رو با اونها میبینیم. آنچه که اهورامزدا یا حالا اون دانای بزرگ یا زیاد داننده یا بهترین دانا، به هر حال ما اون رو مینامیم که این جهان رو آفریده، نمیگه همه چی رو فقط و فقط من انجام میدم در جهان. همین امشاس بندان نوعی در واقع انگار پخش کردن وظایف یا پخش کردن قدرت به نیروهای دیگری است که آنها هم اون کار افسونگی یا اون کار بهسازی جهان رو انجام میدن و همه چیز و همه چیز نخاش انگار دست اهورامزدا نیست. و از سوی دیگه، از اون جایی که در این جهان بینی انسان رو ما موجودی خردمند و دارای توانایی تشخیص نیک از بد میدونیم، بنابراین تفاوت در اینه که جهانبینی ایرانی یک اهورامزدای قادر متعال نداره مانند بقیه ادیان سامی، و دوم این که همه قدرت دست او نیست، بلکه نیروهای دیگری هم به کار افتادن در این جهان برای پیشبرد و سازندگی جهان. و از سوی دیگه انسان هم برده و بنده اهورامزدا نیست، بلکه یک همراه و یک همکار و یک همگام خردمندی است که آزادی گزینش داره و نیک رو از بد میتونه جدا کنه و زندگیشو میتونه بر مبنای راستی و درستی و نیکی بذاره و همسو بشه با این نیروهایی که امشاسپند هستن در جهان و دارن بخشهای گوناگون در واقع این جهان هستی رو اشائی پیش میبرن، هنجارمند پیش میبرن. درست میگم جناب جمشیدی؟ بله بله درست است. اصلا تو تمام واژه هایی که شما گفتید یک کلید واژه بود و هست و اون هم است. یعنی در واقع در این جهان بینی هماهنگی نیروها هست، همکاری و همراستایی همه نیروها هست که جهان رو به پیش میبره و تکمحوری و به اصطلاح اون حالا هر چیزش رو بذاریم دیکتاتوری و این حرفا جایی ندارد. و همچنان شما فرمودید در جهان بینی، در خداشناسی ایرانی هم خدای ایرانی با همکاری همه همشاسپندان ایزدان و تمام در واقع نمادهای همه هستی با همکاری همدیگه پیش میبرند. بنابراین کاملا درست میگی، همیشه یه میزه گردی هست و اینها دور هم میشینند. و اینجا میتونم بگم این هفت مرحله ای که از اون حالا میخوایم نام ببریم، اینها اینجوری نیست که مثلا بگیم 1 2 3 4، یعنی اینا در واقع میشه گفت همه اینها رو مانند یک میزه گرد باید ببینیم که همه اینها دست در دست هم دارن، با هم هستند و هم دیگر رو تکمیل میکنن. در واقع اینم برای که این رو در تصورمون داشته باشیم، در نگاهمون داشته باشیم وقتی اینا رو میگیم. اوکی، حالا در مورد این حالا هفتا اگه بخوایم بگیم، یک پرسشی که همیشه پیش بیاد میگه خب این به اصطلاح خدا یا اهورامزدا آغاز راه است اگه بخوایم بگیم، یا در پایان میاد؟ که خب پاسخ من اینه که هم در آغاز است، هم در میانه راه است، هم در پایان هست. یعنی مجموعه اینها رو به هم وصل میکنه، به هم شکل میده که در واقع اون ویژگی
سپنتا مینویی که ازش گفتیم، یعنی اون در واقع پیشروندگی در واقع اهورامزدایی هست که زیربنای همین این داستان است. اون وجود خدای ایرانی اهورامزدا در این صفتش هست که اینا رو به هم وصل میکنه. باز هم یکی از اینجوری بگم که یکی از پایه‌ای ترین ویژگی اهورامزدا پس چیست؟ با همونجوری گفتم طبیعت، که همه چیز از یه جایی میاد، رشد میکنه، گسترش پیدا میکنه و سرانجام به شکل نخستین خودش و به شکل پیش از آغازش دروازه باز میگیره تا یک آغاز نوینی داشته باشه. که گفتم این ویژگی رو در این واژگان در این فلسفه بهش میگن سپنتا مینو یا سپن مینو. ریشه این یک واژه‌ای هست به نام من. این واژه من یا منه خودش داستانی داره، یعنی خانش های گوناگونی پیرامونه این هست که در واقع مینو یا مینویی که ما میگیم هم از همین من میاد. حالا من فقط یه جنبندی کنم به یک گونه چه خانش هایی چه مفهوم های این من و مینو در این فرهنگ میگیرن و گاهی وقتا ممکنه این خانش های گوناگونی که هست باورمندان گوناگون رو رو در روی هم قرار بده به این معنی که میگه این من یعنی این، اون میگه این من یعنی این. حالا من اینجوری جمع‌بندی میکنم که خب یکی این که این من رو چی میداند؟ اندیشه میداند، ذهن میداند و اون رو با از جمله با واژگان انگلیسی mind میسنجد، که میگن خب پس این چون مایند یعنی اندیشه و ذهن پس این من هم همان است. اگه اینجوری نگاه کنیم پس این مینیو یا مینو رو هم یک حالتی از اندیشه ذهنی میدونن و مینو رو در واقع با منتالیتی انگلیسی برابر میکنن یا همون ذهنیت و شیوه اندیشه ورزی اگه بخوام بگم. شکل دیگرش یک حالت و این نگرشی است که میشه گفت از جهان معنوی یا به عربی شده اون جهان معنوی سخن داره و اون رو در واقع جهان مینو یا جهان معنوی رو از جهان گیتوی یا مادی جدا میبینه یا دو حالت گوناگون میبینه. حالا اینکه در ذهن کسانی که این گونه میاندیشند چه پیوندی میان معنا یا در واقع مینو و ماده یا فیزیک میبینن حالا خودش مقوله دیگری است. اینم به هر حال یک حالتیه و این رو هم بگم یکی از دلایلی که سبب شده تا این واژگان، این واژه مینو به ویژه در یک سایه ابهامی بره به خاطر این است که نخستین در واقع پژوهندگان مترجمان باختری غربی که اومدن و شروع کردن به پژوهش و کاوش روی متون قدیمی ایرانی و اوستایی، هنگامی که به این گونه واژگان به ویژه مینو میرسیدند، چون بیشتر اینا خب یا مسیحی بودند، به هر حال از یک فرهنگ مسیحی اومده بودند و تو فرهنگ مسیحی یه چیزی داریم به نام spirit یا spiritual که این مینو رو با spirit و مینوی رو با spiritual برابر دونستند و حالا اینکه در خود اون فرهنگ اینا چه معنی و مفهومی داره یعنی حالت معنوی معنوی دیگه. آره این دو حالت. یا حالت سومی هم است که خیلی ساده همونجوری گفتم من یا مینو رو یک دانه و بذر و تخم اولیه در تصور داشتن و اون رو به شکل ذره و دانه از خدا میدونستن که در همه باشندگان در همه هستی بران هست و اونها رو به سوی پیشرفت و گسترش یافتن و بازگشت به سرچشمه خودشون در واقع میکشونن. پس سپنتا مینو رو اگه ما بخوایم در یک دو کلمه معنی کنیم میگیم چی؟ سپنتا مینو؟ ببین همه اینا رو گفتم برای در دو کلمه نمیشه گفت، ولی میتونیم بگیم ذهنیت پیشبرنده یا روان گسترش. آخه این روان هم وقتی ما میگیم ممکنه هر کسی از روان یه چیزی بگوییم،
حالت پیشروندگی، حالت افزایندگی و گسترش یابندگی که باز گفتم وقتی به طبیعت نگاه کنید همه طبیعت همینجوری کار میکنن، بله از جانور و گیاه گرفته تا انسان و جامعه، یعنی همه اینا رو در بر میگیره. پس اینجا ویژگی قبل از اینکه وارد افزایندگی است. اینجا قبل از که وارد بقیه در واقع امشاسپندان بشیم، چون باید این تفاوت رو در آغاز بینندگان متوجه بشن، پس ما یک سپند تا مینو داریم، یه انگر مینو داریم. روان پیشبرنده در برابر روان بازدارنده. البته من هنوز به اون بازدار. نرسیدم، حالا اگه میخوای میدونم شما. منظورم اینه که اینو در آغاز متوجه بشن که ما این واژگان برای اینکه ریشه زبان سانسکریت در واقع تمام زبانهای هند و اروپایی یکیست، این واژگان از زبان ما، از زبان ریشه و مرکزی رفته به اروپا. بنابراین وقتی شما انگری رو میشنوین به معنی خشمگین، ریشهش در بازدارندگیه، چون خشم شما رو باز میداره از خیلی از نیکی ها در واقع. و سپنتا مینو یا روان پیشبرنده آن چیزی است که برای شما سازندگی و بهتر شدن رو در واقع در جهان به ارمغان میاره. بنابراین این دوتا رو در آغاز داشته باشیم تا هنگامی که وارد امشاسپندان میشیم متوجه بشیم که این امشاسپندان در کدام سوی این قضیه وایستادن، در بخش سپنتایی هستند یا در بخش انگره یا بازدارندگی هستند. آره، حالا برای که اینو گفتی بذار همینجا هم این رو بگیم و این در یاد داشته باشیم که برای که بیشتر اینو بتونیم بفهمیم که این نیک و بد چی هستند، شاید بهتر باشه به جای نیک و خوب بگیم برای نمونه سازنده، همین سازنده، پیشبرنده، آباد کننده. در واقع اگه بخوایم یک شکیده کنیم همه این چیزها که نیک یعنی چی، من میگویم نیک یا خوب آن هست که نگاهبان، نگاهدار و پیشبرنده زندگی باشه و هر آنچه که زندگی رو کاهش میده، بودن رو کاهش میده و جلوی پیشرفتش رو میگیره اون بد هست. حالا انگره بنامیم، آری در واژگان اوستایی در واقع در یک دوالیته یا دوگانگی، ما دو گونه دوگانگی ازش نام میبریم، یک دوگانگی آفرینشی است، یک دوگانگی اخلاقی یا منشی است. دوگانگی آفرینشی که در همه هسته ها هست، یعنی هر سلولی رو ما میدونیم در اون هر یاخته و سلولی باز دو تا نیروی در واقع با هم کش و واکش داریم که از اینها سلول است یه سلول جدید آفریده میشه. این دوگانگی ها در همه چی هست، در انسان هست، در ویژگی های احساسی انسان هست و در همه چی هست. وقتی که وارد داستان ذهن و اندیشه و اون در واقع اون دوگانگی های اخلاقی آلست رو بذاریم، یا منشی، من واژه اخلاق رو زیاد به کار میبریم ولی خب منش شاید بهتر باشه، یه منشی هست، یه ذهنیتی هست که نتیجه اون که به گفتار و کردار کشیده میشه سازنده است. حالا سازندگی انسان، روابط انسانی، جهان، محیط زیست، جامعه، همه اینا میاد خب و اون بخش مقابلش هم انگر است یا نگاه دارنده و باز نگه دارده. البته بعد میرسیم به این که ما اندازه رو بخوایم، اندازه و تعادل و تراز و اینا رو هم باید بهش نگاه بکنیم که حالا حتی چون این این بار درباره امشاس بندانه میخوایم اونو زودتر پیش وارد میبریم. امشاس آره، بندان بشیم که زمانمون به پایان نرسه، بتونیم درباره چقدر امشاس زمان داریم جانم؟ 20 به دقیقه داریم. بیستر. بسیار اوکی، این سه تا من رو گفتم، فقط این رو بگم که اگه از من میپرسید که من چگونه میبینم، پاسخم این هست که هر سه حالت رو میبینم و هر سه رو هم یکی میبینم و تفاوت رو تنها در چگونگی فرمول بندی و به کار بردن زبان و اینا میدونم. اینجوری بگم که ما اگر در طبیعت نگاه کنیم،
من اون منی که گفتم رو دانه و تخم زاینده میتونیم ببینیم. اگر به گستره اندیشه انسان وارد بشیم، اون رو اندیشه و ذهن در نظر میگیریم. و این رو هم همینجا بگم که خود اصلا واژه اندیشه بازم از دو قسمت است، اند و دیشه. این اند یا اند که در انگلیسی هم اند داریم که به معنای ته میاد، البته تهی که خودش یه آغاز هست، و دیشه یا دیسه هم به معنی شکل و ریخت است، مثل تندیس، دگر دیسی در اینها داریم. پس اندیشه خودش دانه ای است که در دنیای ذهن کاشته میشه، شکل میگیره، تغییر شکل میده، رشد میکنه. و حالا این بخوایم از پهنه به اصطلاح مادی و فیزیکی فراتر بریم، از دنیای اندیشه و ذهن بریم به دنیای فرا اندیشه و فرا ذهنی، اون رو موقع از معنوی و معنوی و اینها سخن میگیم. همه اینا پس به هم راه داره، تو هم میاد. خب پس جنبندی کنم، سپند مینو گفتم اون دانه نخستی نیستی که گسترش پیدا میکنه، اندیشه شکل میگیره و ما رو به فرای اندیشه میبره. حالا این یک قانونمندی، یک هنجار یا یک نظمی که در جهان وجود داره، حالا چه جهان درونی و چه جهان بیرونی، ما این رو بهش میگیم اشا یا ارتا یا آرتا، که در واژگان هم مفهوم راستی و درستی میده. ما بهش میگیم قانون اشا، قانون راستی و درستی. و اون یه نظمی است، یه هنجاری است که همه چیز و همه کس رو هم میتونه در کنار هم نگه داره، مگر آنکه کسی یا چیزی این تراز و این هماهنگی و اندازه رو به هم بزنه، بیرون بره و به جای سازنده بودن گفتیم چی، آزاررسان بشه و در پایان ویرانگر بشه. یه تعریف دیگه هم واسه اشا یا آرتا داریم که بهش میگیم قانون دقت. میگه که اگر کاری رو در زمان درست، در جای درست و با ابزار درست و از راه درست انجام بدیم، نتیجه هم درست خواهد بود. و معنی دیگرش اینه که هر کدوم اینا اگر در جای درست خودش نباشه، نتیجه 100% درست هم به بار نمیاد. قانون دقت. حالا این اشا رو میان یه وحیشتا هم میذارن تش، اشا وحیشتا یا اشا وحیشتا که همون اردیبهشت خودمون میشه. این وحیشتا یعنی بهترین، best, the best righteousness، بهترین راستی. مفهومش چیه؟ شاید یکیش مفهومش این باشه که برای رسیدن به یه هدف ممکنه چندین راه خوب و درست وجود داشته باشه، ولی معمولا یکی از این راه ها بهترین هستش و اون خرد به ما میآموزه که دنبال بهترین راه ها باشیم، اشا و هیشتا باشیم، مرتی بهش باشیم. خب حالا پرسش بعدی میتونیم باشه، خب ما کجا بفهمیم که این قانونمندی چی هست اصلا؟ چجوریه؟ این چه اندیشه ایست؟ چه فکری ایست؟ چه نیرویی است که ما رو میتونه به دریافت اون قانونمندی پیشونه که با اون هماهنگ بشیم؟ چرا؟ چون میخوایم بهترین حالت از بودن خودمون رو تجربه کنیم در اینجا. خب تو این فلسفه به اون میگن وهومن یا بهمن، که وه یا وه یعنی خوب مثل به. این منه باز همون داستان اندیشه میاد. پس اندیشه نیک، یا شاید بهتر بگیم منش نیک، همان خرد باشه، در واقع راه پیدا کردن و دیدن اینکه قانونمندی هستی چیست و خودمون رو با اون هماهنگ کنیم، این از راه بهمنمون، از راه وهومنمون، از راه اندیشه نیکمون باید بگذره، از راه خردمون باید بگذره. پس وهمن شد نخستین امشاسپندی که دربارش داریم صحبت میکنیم. حالا میگم این که کدوم اوله کدوم بله دومه، نه این امروز منظورم اینه که آره متوجه باشن بینندگان که ما داریم در مورد امشاسپند صحبت میکنیم، این نخستین امشاسپندی که داریم در موردش امروز صحبت میکنیم. پیش از اون اشا رو گفتم. بله اشا و وهمن اینا همیشه دست در دست همن، یعنی همدیگر رو تکمیل میکنن. با داشتن وهمن منش نیک خرد هست که ما میتونیم راستی ها میتونیم حقایق رو دریابیم و این دوتا همیشه با هم هست. خب حالا اینکه چگونه میشه به چنین منشی دستیا و سازنده و آبادگر شد، البته باید خیلی کند و کاف کرد.
ولی به سادگی میشه گفت که هر زمان که انسان تونست پس از گذر از آزمون‌های زندگی و شناخت بهتری که از خودش پیدا میکنه و کارکردهای ذهنیش و روانی خودش و آگاه باشه به اون تضادهای درونی که از دوگانگی ها و چندگانگی های درونی انسان همیشه هستن، تا وقتی برسه و این بتونه این مسئله در درون خودش حل کنه، این تضادهای درونیشو به یگانگی بکشونه و میشه گفت که نیروهای درونیش رو هماهنگ کنه. باز به این هماهنگی و همراستایی میتونیم بگیم یه تعادلی میرسه در درون خودش. وقتی به این تعادل رسید، وقتی به این تراز رسید، چی میشه؟ آرامش پیدا میکنه. این آرامش نتیجه اون تعادل درونی هستش. خب و ما میگیم درونی، ولی این آرامش میدونیم که به بیرون هم بازتاب پیدا میکنه و به دیگران هم اثر میذاره. وقتی که به این چنین حالتی رسیدیم، دیگه در واقع همش ما میتونیم پیشرفت بکنیم، میتونیم بهتر بشیم. این آرامش افزاینده و زیاد شونده رو بهش میگن سپنتا، که همون دوباره سپند میاد تو، یعنی افزوده شونده، افزودنی، و آرمیتی. آرمیتی هم مفهومای زیادی داره و اینجا همون آراما، همون آرامش رو ازش میگیریم. پس نتیجه اون در واقع اولی ها و هومن و بهمن، و البته ما از خشترای خود پریدم، خشترا یا اون در واقع چیرگی بر خود و اون نیرویی که آدم میتونه به کار بندازه برای که بتونه خودشو در جهان پیشرفت بده. حالا ما داریم در درون یک انسان نگاش میکنیم، حالا به جامعه بعدا میپردازیم. پس اندیشه نیک، رفتن راه راستی و گذاشتن یک نیروی خوب و سازنده در راه اون، میرسه به اونجا که آرامش پیدا میکنیم. وقتی آرامش پیدا کردیم، پیشرفتمون روزافزون خواهد بود، همیشگی خواهد بود. این پیشرفت روزافزون رو اون بهش میگن خرداد امرداد یا هاوروباتات امرتاد، هاوروباتات امرتاد امرتاد. پس پیشرفت همیشگی، حالا این پیشرفت همیشه، یکی میگه جاودانه شدن، یکی میگه که نامیرا شدن، میگم خانش های زیادی میتونه به خودش بگیره، ولی این شکل کلی رو، تصور کلی رو پیشرفت داشته باشید. روزافزون شما رو به نامیرایی میرسونه. آره، حالا این نامیرایی یکی ممکنه بیاد بگه آقا یعنی انسان امرتاد میره تو روان، نشه روان نامیرا میشه، یکی میگه آدم تو دوباره به این زندگی برگرده، یکی میاد میگه نه آقا شما مثلا در فرزندان خودت، در چیزهایی که آفرینش هایی که از خودت در این جهان میگذاری، از یک کتابی می نویسی، یه نقاشی می کنی، اینا همه آفرینش های شما هست، همه نامیرایی تخمه ایجاد هایی هست، میکنه. اینا نامیرایی، نام نیک از ما به یاد میذاره. تمام اینها در اینجا جا میگیره. خب همچنین گفتم اینا در یک انسانه. حالا به کوتاهی اینو فقط در جامعه میگم که بعد شاید بتونیم اینو در برنامه دیگه بازترش میشه کنیم. من خواهش کنم یه بار تمام این همشاسپندان رو نام ببرید Yes. برای اینکه بینندگان بدونن نام هاشونو. پس گفتیم طرح کلی زیر سپنتا مینو یا سپند مینو هست، روان افزاینده بودن. پس ما از اشا صحبت میکنیم یا راستی، قانون جهان، وهومن، اندیشه نیک، خرد، منش، شهریور که همون خشترا باشه، که همون یک چیرگی برخیشتن و کنترل نفسانیات و احساسات در واقع مخرب، و نیروی سازنده ای که ما در راه پیشرفت میذاریم. این ستا در واقع عملا کنش هستند، واکنش اونا، نتیجه ای که از اون ستا گرفته میشه ستای بعدی است. به نخست میاد سپنتا آرمیتی یا سپندارمز که همون آرامش افزاینده باشه، و سپس خرداد امرداد. خرداد امردادم پیشرفت همیشگی، نامیرا بودن، جاودانه شدن، اینها هستند. و حالا گفتم اینها در ما در انسان بررسی کردیم، همینا رو بیاریم بذاریم توی مجموعی از انسان ها، تو جامعه، توی یک جامعه هم وقتی که خردها، خرد همگانی
و خرد کارساز، خرد آباد کننده بیاد تو کار، این خردها با هم جمع بشن و کارهای همبودگار رو به پیش ببرند و راستی رو در نگر داشته باشن، دنبال راستی ها باشن، کار درست رو بخوان انجام بدن و برای داشتن یک نظم خوب توی خودشون میان یک سامانه، یک سازمانی برای شهرآرایی، برای کشور آرایی خوب و سازنده هم از میان خودشون و از میان شایستگانشون برمیگزینن و به کار میگیرن و بدین ترتیب یه همچین جامعه هم میتونه هی پیشرفت بکنه، یک آرامش سازنده ای درش به وجود بیاد و همواره در راه پیشرفت و بهتر شدن باشه و چنین سیستمی هم همواره سازندگی و پیشرفت بهینه خودش رو در نظر خواهد داشت و شرایط رو برای پیشرفت بهتر شدن همیشه آماده میکنه. پس میبینیم که این در واقع این زیربناها، این اصول، وقتی اصول میگیم یعنی در همه چی، در همه شکل ها و در همه ابعادش میتونن جاری باشن، چه در تن انسان، چه در روان انسان و چه در تن و روان یک جامعه. حالا به ابعاد دیگرش فعلا نمیپردازیم. این جنبندی بود که هم تستم. بازم اگه پرسشی هست بفرمایید. من فقط اینجا خواستم اینو برای باز برای باز شدن آگاهی برای هممیهنان، برای اینکه بهتر مسائل رو یعنی بشه گفت به یه زبان ساده تر درک کنن، بنابراین آنچه که ما به نام امشاسپندان در نگاه جهانبینی زرتشت میبینیم آن است که اهورامزدا از سوی نیروهای جهان رو به حرکت و بهتر شدن و سازندگی پیش میبره. این نیروها بایستی هنجارمند باشن و یک هنجار و یک سیستم هماهنگی در جهان ایجاد کنند که نامش اشاست. دومین فروزهی که ما به نام امشاسپندان میشناسیم اردیبهشته، که همون که جناب جمشیدی هم فرمودن که در واقع بهترین اشاست یا بهترین نگهبان در واقع این سیستمی که داره جهان رو میگردونه، که گیاهان و جانوران و آنچه که در روی این کره خاکی داره زیست میکنه و با هم در هماهنگی کامل هستن. سومین امشاسپندی که امروز جناب جمشیدی نام بردن همونه که بهش میگیم شهریور یا خشترا، یا در واقع آنچه که نیروی کنترل یا میشه گفت نگهبان ما هست از هرس، آز، طمع و آنچه که خلاصه ما بهش میگیم نفسانیات انسانی، آن نیروهایی که در درون انسانه و انسان رو میتونه به سوی زیاد خواهی یا بیشتر خواهی یا بدی کردن یا بدتر بودن سوق بده. و بعد گفتیم که سپندارمزد از دیگر فروزه ها هست که همون آرمیتیس، سپندار آرمیتیس یا آرامش افزایندهی که انسان به دنبالش هست. میشه گفت یکی از اهدافی که انسان ها در زندگی دارن کار نیک میکنن و سازندگی میکنن اینه که همه چیز به یک آرامشی میرسه با سازندگی و نیکی، در حالی که با بدی و ویرانی این آرامش از بین میره. بنابراین سپندار آرمیتی یا همون که ما بهش میگیم سپندار مز در از فروزه های دیگری است، از ویژگی های دیگری است که برای انسان ها جزو امشاسپندان در نظر گرفته شده. و پس از اون هورتات یا خورداد آن رسایی و تکاملی است که انسان ها به دنبالش هستند در جهان، که این رسایی و تکامل میتونه شما رو به نامیرایی یا امرتات برسونه. شما هنگامی که کمال پیدا میکنید جاودانه میشید، هنگامی که نام نیک ازتون به جا میمونه جاودانه میشید، هنگامی که فرزندان شما به جا میمونه جاودانه میشید و همه اینها توی اون کتگوری نامیرایی یا جاودانه شدن میگنجه. بنابراین امروز ما به این بخش از جهانبینی ایرانی پرداختیم که اهورامزدا
خودش به تنهایی همه کارها رو قرار نیست در این جهان انجام بده. یک نیروهایی هم هستند که اینها میتونن برای شما تکامل ایجاد بکنن، رشد ایجاد بکنن، آرامش ایجاد بکنن و سازندگی جهان رو در واقع هنجارهای اصلی رو بگردونن. و انسان هم در این راه همراه اهورامزداست و به با همیاری این در واقع امشاسپندان هست که به سازندگی جهان هم کمک میکنه. حالا این بخش از جهانبینی ایرانی بخشی است که در هیچ آیین دیگری شما در جهان نمیبینید. این همکاری انسان و اهورامزدا برای بهسازی و بالندگی جهان رو شما فقط در جهانبینی ایرانی میبینید که بنیادی شد بر بسیاری از اصول فلسفی که بعداً در یونان و روم شما در فلاسفه بزرگ غرب دیدید و آن جایی که ارسطو و افلاطون میخوان در مورد همین آرامش درونی یا سرنیتی یاد بکنن، در واقع مهمترین بخشی است که الهام گرفته شد از جهانبینی ایرانی که همه این کارها شما دارید میکنید برای آن نظم جهانی، آرامش نهایی و نامیرایی نهایی. سپاسگزارم ازتون جناب موبد کامران جمشیدی. این بخش دوم بود از آگاهی رسانی و آموزش جهانبینی ایرانی، نه برای اینکه مردم ایران الزاماً ممکنه همه نیاز به دین و باوری داشته باشند، بلکه از آن جایی که ایرانی شدن رو دنبالش هستیم، هممون به جهانبینی ایرانی هم نیاز داریم برای که این عصاره وجود ایرانی بودنه. سپاس از شما و سپاس از همه بینندگان و شنوندگانی که به این برنامه ها توجه کردن، و اگر که این برنامه ها رو پسندیدید خواهش میکنیم که به دوستان و آشنایان دیگرتون هم معرفی بکنید. با سپاس از شما، بدرود. پاینده ایران تا برنامه آینده. با سپاس از شما و بدرود.